خب ما عملا اینو تموم کردیم، یه تریدینگ ویو میمونه. این تریدینگ ویو سایت خیلی خوبیه. من فقط یه کلیاتی الان برای شما عرض 4-5 دقیقه توضیح میدم، ولی اصل داستان جلسه بعده. ببینید من چیزی داشتم دوستان مینوشتم. در نوبیتکس نوبیتکس میشه اکسچنج انجام داد. اگر بله مشکل نداره، تو سطح یک میتونید بخرید بفروشین، سطح دوش زمانی که شما میتونید کیف بخرید بفرستید به کیف پولتون. اکثر صرافی ها به شما پرایوت کیتون رو نمیدن، چون اینا اومدن کل چیز رو بردن توی سخت والت سخت افزاری، و بعد این عددهایی که شما میبینید زمانی که میخرید برای تو حسابداری داره نمایش میده این تعداد مثلا بیت توی حسابته. اصل بیته توی اون کولد ولتشونه که بتونن ریسکشون رو مدیریت کنن، وگرنه هر لحظه میتونن مورد حمله قرار بدن. یه روش کاره، به همین خاطر اگر بخواد پرایوت کی رو به شما بده عملا اون پرایوت کی کیف پول اصلی رو داده، که خب این کارو نمیکنه. شما پرایوت کیتون رو کیف پولتون باید نگه دارین. خیلی سوال اومده برای من که آیا ما میتونیم مثلا همیشه این کارو بکنیم منتقل کنیم؟ گفتم هر از چنگایی که عددتون بزرگ شد بزنید بره به یه حساب دیگهتون. خب دارن دوستان همچنان سوال می نویسن. من پس سوالاتون رو جواب بدم در این حوزه. قسمت تریدینگ ویو رو براتون لینکش رو گذاشتم، خواهش میکنم خودتون نگاه کنید. حالا من تا این سوالا رو که می نویسن فقط اینجا بگم، ببینید این صفحه هیچ کاری نمیخوام بکنید، بزن BTC. BTC که باز شد این آرم بیت کوین رو میبینی اینجا، BTC USD، USDT نه تتر نمیخوام، USD. روی این کلیک کن، الان میام سوالا رو جواب بدم. این کل بازارا رو داره میبینه، هم بازار استاک مارکت رو داره میبینه، هم کامودیتی مثل مثلا نفت و این فلزات رو داره میبینه، انرژی رو میبینه به اضافه کریپتوکارنسی، حتی فارکس هم توش میتونید ببینید. حالا داره هی میچرخه تا این کار انجام بده، نمیدونم چرا. بذاریم تا باز میشه، من اینجا بیام سالار امنیت سکیوریتی که اکانت من در صرافی ایرانی مثل موبیتکس بالاست یا دولت بهش دسترسی داره. من نمیدونم واقعا این اطلاعات رو در اختیار کسی دیگه میذارن یا نه، ولی قاعدتا وقتی شما یه ترانزکشن دارین میزنید روی یه صرافی، مثلا همین الان پول بزنید به حساب نوبیتکس، اون اس ام اس دومیه داره میاد براتون کانفرمیشن اون رمز پویا، توش نگاه کنید نوشته داریم از درگاه نوبیتکس خرید میکنید. خب یه کوئری ساده است دیگه، مشخص شما اومدین کریپتو خریدی، حالا اگر دسترسی داشته باشن به همین هم میتونن بفهمن که شما مثلا چی خریدی، مثلا انقدر بیت کوین خریدی. ولی یه راه دیگه هم اینه که شما برید مثلا این وچرا رو بگیرید بری صرافی خارجی بزنید، از اون برای آدرس کیف پول خارجی بدید، و خب به هر حال خیلی راحت دسترسی پیدا نمیشه. ساعت دو کی اکتیو میشه؟ ببینید من پیشنهاد میکنم حتما همه دوستان تو کانال تلگرامی نوبیتکس برن عضو بشن، چون امروز هم دیدم یه توضیح مفصل نوشته بود که اصلا چرا ساعت دوم اینقدر طول کشیده، جریان چیه و الاخر. زمان میبره یک هفته ای دارن انجام میدن، اما شما تو این مرحله میتونید بخرید بفروشید از فرصت بازار استفاده کنید. خب من بیام سراغ این سایت. ای بابا BTC. BTC من اومدم BTUSD رو زدم. ببینید این سایت به من کلی تحلیل میده، تحلیل آدم های حرفه ای رم میده که به هم کمک میکنه یه دیدی پیدا بکنم. همون بحثی که داشتیم، شما شاید رو تحلیلگری میزانی وقت بذارید ولی هیچ وقت به اندازه این آدمایی که این تو هستن دیپ نشده باشین. اینجا بهتون کمک میکنه که
از این فرصت استفاده کنید، از تحلیل آدم های درست حسابی بهره بگیرید، به اضافه کلی هم فاکتور بهمون میده که امیدوارم بیاد بالا دیگه. حالا یه مقداری نه شاید فکر میکنم فیلتر شکن دوباره وصل کنم سرعتش بره بالا. آره این اتفاق افتاد. ببینید بیت یو اس دی کریپتو چارت یه چارت به ما اینجا میده با کلی ابزارهای تحلیل تکنیکال، یعنی شما دیگه احتیاج نیست نرم افزار نصب کنی، میتونی این کارو انجام بدی، یه اکانت تو این بسازی و بعد لاگین بکنی، بهت این امکان میده که حتی این تحلیلات هم خط خطوطی که روی چارت کشیدی برات نگهداری بشه. ببینی الان من این فول چارت رو که بزنم میره توی صفحه دیگه، قیمت های مختلف بیت کوین رو توی صرافی مختلف میبینید، اسکرول کنیم بیایم پایین، این تحلیل آدم هایی هست که توی این حوزه دارن کار میکنن. حتی لاگین که کرده باشین این دکمه رو که بزنید حتی میتونه آپدیت، مثلا تحلیل مربوط به 3-4 روز پیشه، اینی که بزنید پلی میشه آپدیت میکنه، نمودار قیمت میبره جلو، میخواد بتونید ببینید که آیا چقدر دقیق و صحیح بوده. تاپ نویسنده های برترشون هم به این صورته که شما میتونید اینا رو فالو کنید، از اطلاعات آخرین تحلیلی که میذارن هم استفاده بکنید. حالا مثلا اینجا داره میگه که من روی این کلیک بکنم، داره باز میشه، روش رو بزنید، 508 لایک گرفته، 195 کامنت گذاشته شده، میتونید برای خودتون بوکمارک بکنید بعدا استفاده. یه توضیح هم اینجا داده، حالا من فقط میخوام با این آشنا شیم. این صفحه هم که میبینید برای تحلیل تکنیکاله، یعنی دوستانی که دستی بر آتش تحلیل تکنیکال دارن خیلی راحت میتونن اینجا بیان این خط و خطوط رو بکشن، بگن که آیا مثلا این سطح و سطوح رو رد کرده نکرده. خیلی ساده میتونید از این ظرفیت این سایت استفاده بکنید، حتی بهتون امکان بک تست استراتژی هم میده که شما بیاین استراتژی معاملاتیتون رو که حالا تو دوره حرفه‌ای یاد خواهید گرفت بیاین اینجا تست بکنید آیا جواب میده یا که نه. جلسه بعد ما روی این کار داریم، اینم هم همچنان داره میچرخه، باز نشده، می‌خوام تصویر بزرگتر شه تحلیلش رو ببینیم که چی بوده. حالا خیلی نمیدونم این مشکل باز شد، تو ازش انتقاد میکنیم دقت کردین سریع یه دفعه همون لحظه چی بوده، حالا خیلی نمیدونم این مشکل باز شد، تو ازش انتقاد میکنیم دقت کردین سریع یه دفعه همون لحظه باز میشه، همون لحظه هم کلوز کنین، این قانون مورفیه دیگه، تا یه کاری رو مثلا به یکی اشتباه زنگ بزنین سریع اون تلفن رو برمیداره. خب ببینید اومده تحلیل کرده که این میتونه یه همچین زیگزاگی بزنه یا تا محدوده مثلا 34,000 تا. تو ویدیویی که من توی کانال اینستاگرامم گذاشتم نظر خودم رو گفتم، گفتم نظر شخصی من فکر میکنم 33,000 تا یک به قول معروف سطح حمایتیه. این گزارش مربوط فکر کنم چند روز پیشه، چون الان قیمت از این عددام اومده پایین تر رسیده، حتی اینجا هم اومده دستی هم زد به این، میدونید که کندل 3 روز بیاد زیر اون سطح حمایتی دیگه اون سطح حمایتی از دست داده. خب میبینیم که حالا پیش بینی کرده که بیاد رو سطح 37,000 تا 40,000 تا رو یه مقاومت قوی دیده، تحلیلش هم اینجا گفته استپ یک این، حالا استپ دو رو هم بعدن می‌نویسم، به نظرم خالی از لطف نیست. من فقط اینو باز کردم ببینید، ازتون خواهش میکنم تا جلسه فردا حتما این رو یک بار کامل خودتون مشاهده بفرمایید. میدونم کلی سوال مختلف تو ذهنتون ایجاد شده و تازه رفتیم جای قشنگ بازی، امیدوارم که ازش لذت برده باشین، کلی کار داریم اینجا. سوالات رو من روی همچنان روی هم کانال گروه این واتساپیتون تلگرامیتون پاسخ میدم و خدمتتون هر شبات که اینجا هم سوالی باشه الان در خدمت کامیشن اکسچنج داخلی بیشتر یا خارجی نه فرقی نمیکنه، کمیسیون ها تقریبا یکیه، 1 در 1000 چیز برمیداره، نوبیتکس الان 1 در 1000 داره برمیداره.
همچین وقت خرید اتر یا BTC هست. ببینید اتر به نظرم اتفاق بزرگی براش میفته، مخصوصا اینکه خدمتتون عرض شود که بیاد توی سی ام ای، قبلا هم صحبت کردیم سی ام ای شیکاگو لیست بشه، و اون لیست شدنی یعنی اینکه دیگه شاید این قیمت ها به هیچ عنوان گیرتون نیاد. اگر دارید با بازه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میکنید و بازه بیش از یک سال براش در نظر گرفتیم، یعنی که میگی که من تا پایان 2021 باش کاری ندارم، به مدل DCA یعنی یک نظمی توی معاملاتون داشته باشین. توی کانال اینستاگرام هم یه ویدیو کوتاه گذاشتم در مورد DCA حرف زدم، برید توی IGTV کانال اینستاگرام هم نگاه بکنید. به اون مدل بخری، مثلا هر هفته من 5 میلیون میخرم، 1 میلیون میخرم، 100 هزار تومان میخرم، کفش 100 دیگه، ولی هر هفته میخرم، هر هفته دوشنبه میخرم یا یک شنبه شب میخرم، قبل از اینکه مثلا بازار چین را بیفته، یه چینی ها خواب بیدارشن، بازار که نداریم 24 ساعت است، یه نظمی توش بذارید و فارغ از اینکه میره بالا یا میاد پایین خریدتون رو انجام بدید. نشون داده آمار در بلند مدت شما همیشه جلوترید. پس این یکی نکته به نظر من، من خودم خرید کردم، به عنوان نظر شخصی میگم، توصیه‌ای برای خرید و فروش نیست چون ریسک داره این بازار، اما به نظرم بد نیست. اگر اون کفسازی رو که روی 18 تا 20 انجام داد این پلنر 20 30 تا 33 هزار باشه، روی این موضوع میتونه مثلا یه حمله به 50 هزار داشته باشه، بعضا میخوان رو 50 هزار یه تک پروفیت بزنن بیان بیرون تا بشینن دوباره ببینن چه اتفاقی میفته. من در خدمتتون هستم، ممنون که امشب هم وقت گذاشتین. از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار.